هستیم در 40-45 دقیقه آینده. خب هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران هم به پایان رسید امروز و هفته سوم سه‌شنبه آغاز خواهد شد. در برنامه امشب گفتگوی خواهیم داشت با همکار خوبمون از کانادا خانم نیلوفر مومنی درباره بعضی خبرهای فوتبال. نگاهی خواهیم داشت به هایلایت سه بازی از لیگ برتر فوتبال ایران. نگاهی خواهیم داشت به جام آودی که در آلمان برگزار شد و در اگر وقت بشه تورنمنت آمریکا، رئال مادرید، چلسی، اینتر میلان، گالاکسی، نگاهی به بازی این تیم‌ها خواهیم داشت و دیگه ببینیم به کجای ساعت خواهیم رسید. اگر وقت داشته باشیم با ارتباط مستقیم هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب بریم به کانادا، شهر تورنتو و خانم نیلوفر مومنی ببینیم که بعد از مدت ها غیبت، البته یه مقدارش تقصیر خانم مومنی بود یه مقدارش تقصیر ماست، چون ساعت برنامه ما همجوری عوض میشد، نیم ساعت بالا پایین میشد، ما نمیدونستیم باید چه کار بکنیم. خانم مومنی با سلام خدمت شما. سلام آقای علی‌سفر و سلام از خدمت بینندگان عزیز برنامه‌تون. امیدوارم که خوب و خوش باشید. مرسی، خیلی ممنون. تیرگانم به پایان رسید. بله. و شنیدم که به خوبی و خوشی و با استقبال مردم روبرو شده بود و عکساشو من دیدم. بله. حالا دیگه به قول معروف خسته نباشید. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. مردم خسته باشم. و جای شما خالی با اون آهنگای بندری گروه عجم که بود. گروه عجم. بله. از لندن انگلیس اومده بودن. آها بله. آره یه آهنگ دارن. یه آهنگ دارن لندن. بله بله. اتفاقاً همون بندری لندنه. بله. و گفتن که خوش به حالتون، چقدر ایرانی اینجا زیاده. اینو در مورد لندن خوندیم با اون هوای ابریش و مردم بعدش و اینجوری آهنگو شروع کردن و در مورد آهنگ بسیار عالی. خب ما هم حالا سعی میکنیم بیاریمشون آمریکا. بله. البته برای یه آهنگ نمیتونیم بیاریم، باید یه سی دی بندری بدن که ما بتونیم بیاریمشون. خوبه شما که حالا من سی دی شد آلبومشون زودی؟ من فقط هم یه آهنگشون رو شنیدم. خب خانم بله خانم مومنی مثل اینکه دورگه های ما دارن زیاد میشن. بله خوشبختانه با تشکر از نسل قدیم ایرانیان مثلا یه مثلا کشف جدید ایرانی ایتالیایی مثلا به سال کش شده بازیکن ایرانی الاصلی که از مادر ایتالیایی و پدر ایرانی به دنیا آمده و به اسم جامی رفعتی. اسمشون؟ ساله هستش؟ جامی. بله بله. رفعتی. بله. جامی رفعتی در ایتالیا. بله بله. چند سالشونه؟ فلورنس هم به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده و دو سال پیش برای دوران دبیرستانش به انگلیس رفته و میخواسته ادامه تحصیل از اونجا بده که در حین درسش مثل خیلی جاهای خیلی به اصطلاح دانش آموزای دیگه در همون تیم فوتبال کالجشون داشته بازی میکرده که به اصطلاح گاوت های به اصطلاح تیم های مختلف انگلیس از جمله تیم جوانان وستهم خیلی خوششون اومده از بازیش. فقط بگم که هافبک وسط هم هست، سنترال میدفیلدر. بله. و خیلی خوششون اومده از بازیش و به تیم جوانان به اصطلاح و تیم پایه به اصطلاح وستهم پیوست و این فصل قرارداد رسمی شو با جنوا ایتالیایی ایتالیا بسته است و به این ترتیب در سری آ بازی خواهد کرد از سپتامبر. بسیار عالی، بسیار عالی، خوشحالیم.
که بالاخره یه دورگه دیگه هم پیدا شد. خب یه دروازه‌بان دورگه داریم، یه هافبک وسط دورگه داریم، یه فوروارد دورگه داریم، یا اون همش نه نه اون هم فوروارد بازی میکنه هم هافبک. بهرنگ سفری بله اون هم بالاخره میترسم یه روزی بشه که همه دورگه ها یه 12 تا دورگه داشته باشیم، اون وقت دیگه چی میشه؟ اتفاقا بد نیست. و اینکه مثلا بازیکنای مثل قوچی نژاد، قوچی و خود دژاگاه دیدیم چقدر بازی خوبی برای تیم ملی انجام دادن. مطمئن تجربه‌ای که در اروپا دارن و میارن به تیم ملی و خیلی ارزشمنده. نیلوفر خانم مطمئنم وقتی تعدادشون از 5-6 تا بالا بره قانون میذارن که در تیم ملی ایران شما 3 تا بیشتر دورگه نمیتون داشته باشید. فهد اگه مثل اون خب به خوبیه اونا اگه در ایران باشه که خب چرا نه اولی. بله خدمت رو عرض کنم که سوال بعدی ما در باره، شنیدم که تیم ملی مثل این که قرار بره شیلی. بله مثلا صحبت میبخشید صبر اومد نمیرن خب آفیت باشه. امیدوارم این به صلاح بازی دوستانه مثل اردوی پرتغال به صلاح کنسل نشه. گفتن که بازی دوستانه که خواهیم داشت با شیلی در تاریخ 10 سپتامبر با شیلی خواهد بود و این روز هم اعلام کردن که کره جنوبی، اتفاقا در وبسایت فدراسیون کره جنوبی هم اعلام شده که 6 سپتامبر ایران و کره جنوبی بازی دوستانه خواهند داشت در کره. ببینم 6 سپتامبر 10 سپتامبر دقیقاً اصلا به هم نمیخوره و خود شیلی هم تیمشون 4 روز قبل از بازی، اگه بازی ایران انجام بشه 4 روز قبلش خودشون بازی دارن با ونزوئلا برای بازی مقدمات جام جهانی. البته من فکر کنم کسی که این بازی ها رو ترتیب داده من میشناسم. نه از شدن میشه ولی روزاش به هم نمیخوره. دقیقا مگر اینکه ببینید تیم کره، تیم ایران، شیلی و آمریکا بیان توی لس آنجلس بازی کنن. البته بازی ایران و شیلی قرار در سان فرانسیسکو برگزار بشه ولی ایران و کره، ایران و شیلی رو گفتن که در شیلیه که یه شهره که 18000 نفر، یه استادیوم 18000 نفری داره. اولین خبری که من خوندم توی سان فرانسیسکو بود. خب پس دیگه مطمئنم کی گذاشته. جدی؟ آخه یعنی کره جنوبی میکشونن میان سان فرانسیسکو؟ آره کره جنوبی حیاتون باشه با مکزیک هم اینجا میاد و میره بازی میکنن. سپتامبر؟ حالا من نمیدونم این باید ببینیم پول کی بیشتر میده، شرایط چجوره، میتونن خارج بشن نمیتونن، این همه بستگی داره. البته خب اینی که دارن الان سعی میکنن بازی های دوستانه داشته باشن خیلی خوبه، تدارکاتی بازی های تدارکاتی که داشته باشن بسیار کمک میکنه به تیم ملی. هرچی بازی های تدارکاتی بیشتر باشه بازیکن های جدید رو بتونن امتحان کنن و بازی بهشون برسه بسیار عالیه. امروز من بازی پرسپولیس و زوباهن رو دیدم، به هر حال حالا بعدا راجعش صحبت میکنیم، ولی خب یکی دوتا مهره بود که اینا از تیمای دیگه اومدن در پرسپولیس و واقعا حتی در خود زوباهن بازیکن های برای اولین بار در تلویزیون من اینا رو میدیدم بد نیستن، میشه سرمایه هایی هن که میشه روی اینا کار کرد و اینا رو بهتر و بهتر کرد. دارست. حتی بازی سپاهان و استقلال که اونم به جای خود داره. خب بسیار خوشحالیم حداقل دوتا بازی تدارکاتی داریم، حالا با یکی با کره یکی با شیلی، کی کجا معلوم نیست. فعلا گفتن سان فرانسیسکو، حالا نمیدونم اگه به قول شما همش در آمریکا که برگزار بشه چه بهتر برای تیم ملی، اگه بهشون ویزا بدن البته. یعنی ایران و کره در سان فرانسیسکو، ایران و شیلی در سان فرانسیسکو، ایران و شیلی در سان فرانسیسکو،
اعلام کرده، حالا خود کره اعلام کرده که در کره است، حالا نمیدونم چجوری خب اینا دوست دارن، اینا دوست دارن ما رو تو خاک خود کره شکست بدن. بله میخواد انتقام بگیرن. چه به هر حال از تیم فوتسال بانوان که رفته بود به مسابقات قهرمانی آسیا و نایب قهرمان هم شدن، قرار بود بهشون هدایایی تقدیم بشه که مثل اینکه این همچین اتفاقی نیفتاده. خبری داریم؟ بله، همونطور که واقعا جای تأسف داشت که در برنامه 90 هم اتفاقا با بازیکنای تیم فوتسال بانوان مصاحبه کردن و اتفاقا اعتراض خیلی کردن که ما رو به اصطلاح به عنوان قدردانی و از اینکه برای اولین بار در تاریخ فوتسال بانوان نایب قهرمان شدیم به بازی تدارکاتی به اصطلاح تیم ملی ایران به ورزشگاه آزادی رو بردن، ولی نه تنها اصلا اسم ما رو بردن یا بخوان تقدیر کنن، اصلا ما حتی پایین هم نیومدیم که بخوان از ما تقدیر کنن و حتی صداشون نکرده بودن و خیلی شاکی بودن از این نظر که گفته بودن، یعنی به نظر میاد که اصلا فدراسیون براش مهم نیست، اصلا ما همچین مقامی کسب کردیم، ما خانواده ها خیلی هاشون شهرستانی بودن، از شهرستان اومده بودن، به خانواده هاشون خوب گفته بودن این مراسم برگزار میشه و در تلویزیون نشون میدن به طور زنده. به حال خیلی واقعا جای ناراحتی بود که این صحنه رو دیدیم و خیلی هم ناراحت بودن از این که شب، خب بازی تدارکاتی که شب تموم شد همونجا در محل المپیک بدون اینکه جای براشون بگیرن به اصطلاح، اما آخر شب باید میرفتن یه جای تهران پیدا میکردن میموندن، که خیلی ناراحت بودن که اصلا نه وسیله رفت و آمد، نه جای به اصطلاح هتلی جایی برای ما گرفته بودن که ما اقلا اون شب که اونجا قرار باشیم جا داشته باشیم، که آقای کفاشیان هم با خنده های همچنینش گفته که خب اونجا هتل المپیک جا داشت، میتونستن بمونن. کجا؟ هتل المپیک. همون هتل المپیک جا داشت با بازیکنای تیم ملی توی هتل؟ من دیگه نمیدونم، من با خنده های جالبشون بودن. یعنی واقعا اگر میتونستن اونجا بمونن. ببینید آقای کفاشیان هیچ کار است، خیلی راحت. بعد خودشون هم گفتن که این نظر وزارت ورزش بوده که اصلا تقدیر نشده و اصلا ایشون هیچ قدرتی نداره، حتی اگر بخواد ده تومن به کسی هم بده باید اجازه بگیره، ولی باعث تأسفه که یک تیم بانوان ایران در هر رشته حالا و این رشته مخصوصا فوتسال با اون یونیفرم بره در مقابل کشورهای دیگه بازی بکنه، اون هم در سالن، نایب قهرمان بشه، بهشون قول هدیه بدن، به هر حال فکر میکنم با آقایون زمین میدن، ماشین میدن، خونه میدن دیگه، حالا هلیکوپتر و هاپما نمیدونم، اونا رو هم فردا میسازن میدن، ولی برای این خانوما نه. خب من از آقای کفاشیان سوالم اینه، آقای کفاشیان، آقای عباسی، درست وزیر ورزش، اگر اینا خانمای شما یا خواهراتون یا دختراتون بود باشون همین کارو میکردین؟ واقعا میذاشتینشون تو خیابون که خودشون برن هتل پیدا بکنن، اونم تو تهران؟ بله. ولی فرق نمی کنه هر جا، یا اصلا بهشون کمک نمی کردید، رسیدگی نمی کردید؟ بله. اون وقت انتظار داریم ما که بیان مسابقات جام ملت ها رو بهمون بدن، مسابقات قهرمانی نمی دونم فلان ورزش رو بدن، اصلا نمی دونم چجوری اینا میرن نامزد میشن. بله. ولی یک از شکایت های خود یک از بازیکن های فوتسال بانوان هم در برنامه که نشون دادن همین بود که ما تمام زندگیمون رو برای فوتبال گذاشتیم به خاطر اینکه خب عشق به فوتبال داریم
به بازی کردن داریم و بعد قهرمانی و خب خرجمون به اصطلاح جایی نمیتونیم به طور مداوم کار کنیم به خاطر این ورزشی که به اصطلاح مثل فوتبالیست های دیگه کار اصلی ما در واقع فوتبال بازی کردن، ولی با این حال چون درآمدی نداریم در واقع خرج زندگیمون در نمیاد و کار دائمی هم نداریم که بخوایم درآمدی داشته باشیم و خرج سفر داشته باشیم. خب این دیگه واقعا میگم این مشکلات یکی دوتا نیست، مخصوصا برای بانوان ما که در ورزش های مختلف حالا فوتسال باز بازی میکنن، فوتبال، حتی فوتبال بیرون. امروز هم دیدم که آقای روحانیان با تیم فوتسال پرسپولیس بانوانش دیدن کرده. حالا تیم بزرگسالاش چی کار کرده که تیم بانوان فوتسالش حتما رفتن بازم قول دادن که کمک میکنم بهشون، امیدوارم همینجا. ولی خب اینا امیدهاییه که امیدهای واهی یا قولهاییه که به این خانما میدن و هیچ وقت هم انجام نمیدن. حتی ما در کشتی هم دیدیم در قولهایی که به قهرمانان کشتی دادن قولهای خیلی بالایی بهشون دادن، بعد هر کدوم رفتن یه سکه بهشون دادن و بعدم میگن چرا اینا میخوان برن کشورهای دیگه کشتی بگیرن. درست، متاسفانه فقط فوتبال آقایونه که چون دلالا توش هستن و پول فراوانی از طریق دولت به این فوتبال تزریق میشه و دوباره بر میگرده، از یک جیب میره به یک جیب دیگه، خب متاسفانه همه پولا اونجا خرج میشه. امروز پرسپولیس و استقلال همش درخواست پول میکنن که باید پول بدیم به ما، ما بازیکن درست نخریدیم، دولت به ما پول بده، دولت به ما پول بده، دولت به ما پول بده. من نمیدونم این AFC، این فیفا چشش کوره، گوشش کره که دیگه به این واضعی دارن میگن دولت پول بده. یعنی همه چیز تحت کنترل دولته. مشکلیه که این وسط وجود داره اینه که میدونی خودتون از نظر مالیاتی هیچ چیزی رکورد نمیشه اونجا در ایران. نه رکورد، نه 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 نیلوفر خانم، رکورد میشه، رکورد میشه، اما رکورد، اما رکورد تو فرودگاه در میاد زمانی که میخوای خارج بشی. اگر پول طرف رو داده باشی خب خارج میشی، اگر طرف پول طرف رو نداده باشی همونجا میگرارد. یه قراردادی که شما داشتی 200,000 دلار میگن شما قراردادت بوده 600,000 دلار. حالا این میگه من نگرفتم اینقدر، میگه خب قراردادت اینقدر بوده، شما مالیات اونو باید بدی. نه این همه چی رکورد میشه، همه چی عکس دارن، ویدیو دارن، از تمام مدارک فوتوکپی میشه. مگه میشه نشه؟ شما خود یکم بازیکنام گفتن که اونی که صادقشون بوده گفته که اون پولی که اون مقدار قراردادی که اعلام میکنن با اونی که تو قرارداد میبندن و اونی که واقعا بازیکن میگیره فرق داره. یعنی ممکنه کمتر اعلام کنن به رسانه ها، بله، خیلی بیشتر به بازیکن و ایجنت و اینا بدن و در قرارداد هم چون به فدراسیونشون میدن اون رقم فرق داره. فقط اوضاع یه خالصه. بله به قول شما این فوتبال، این فوتبالی که ما داریم. خب خانم نیلوفر خبر دیگه هست؟ بله چند تا خبر در مورد لژیونرها رو میخواستم بدم. بفرمایید. از جمله این که مسعود شجاعی از تیم اوساسونا کنار گذاشته شده، مخصوصا که اوساسونا مشکل مالی پیدا کرد از نظر قرارداد نکونام که نکونام به استقلال برگشت. اصلا خیلی سخت بود بخواد اون این قراردادی که با به اصطلاح همون پولی که به اصطلاح فروخته بود نکونام و همون قراردادش رو بخواد دلاری یا به یورو بخواد به اوساسونا پرداخت کنه. به حال اوساسونا قبول کردن ولی با مشکل مالی روبرو هستن و به طبق مدیر برنامه مسئول شجاعی که رضا فاضلی هستش گفته که دو تا پیشنهاد از لالیگا داره و لیگ امارات
و در عرض 2 هفته آینده مشخص میشه کدوم به کدوم تیم میره، ولی مطمئنا در اوساسونا نمیمونه. امیدوار. و دیگه این که بازیکن دیگه‌مون از جمله قوچان نژاد، مدیره که به استاندارد لیش هستش، چون تعداد زیادی مهاجم داره استاندارد لیش بلژیک و فعلا به اصطلاح مدیر برنامه‌اش که یه آلمانی هم هستش اگه اشتباه نکنم، گفته که احتمال زیاد این فصل بازی نخواهد گرفت به خاطر تعداد مهاجم زیادی که این تیم داره، و چون سال دیگه میدونیم در جام جهانی با تیم ایران میخواد بازی کنه، بهتره براش، برای خودش بهتره که یه تیمی باشه بره که بازی بیشتری بتونه انجام بده. و گفته خود مدیر برنامه‌اش گفته که از تیم‌های لیگ هلند، آلمان و بلژیک پیشنهاد داره و حالا بعد از چند هفته دیگه مشخص میشه اگر به اون تیم‌ها بره، ولی خب البته قرارداد داره با تیم استاندارد لیژ اگه بخواد بمونه تا 2016. بسیار عالی. و همونطور هم که میدونیم نکونا و آنجانی تیموریان هم از به اصطلاح لیگ امارات و قطر برگشتن. نکونا به خاطر حتی قرارداد هم بسته بود، ولی به خاطر موضوعی که اسم لیگ امارات رو خب عوض کردن، خیلی از بازیکنهای ایرانی قراردادشون رو فسخ کردن و به لیگ ایران برگشتن، از جمله نکونا. آنجای تیموریان هم به قطر برگشت به استقلال. و یه خبرم از محمد رضا خلفبری هم که در امارات بازی میکنه، در حال پیوستن به سپاهان یا پرسپولیس هستش، که پرسپولیس خیلی سعی داره با به اصطلاح پولی به فدراسیون بده که بتونه فدراسیون بتونه اجازهشو بگیره که از تیم الهجمان امارات بتونه برگرده به خاطر این همون اسکوزاری لیگ امارات. یا پرسپولیس یا سپاهان. بله. یه دفعه هم دیدی سر از تراکتور سازی در آورد. بله. و یه خبر دیگه هم این که امروز اعلام کردن که مفتر نمیدونم حقیقت داره یا نه، ولی به حال در خبرگزاری مهر بود که با توجه به اینکه به صدا مراسم خداحافظی خوبی پرسپولیس برای بندویکی انجام نداده، پرسپولیس در حال مذاکره با باشگاه هامبورگ بوده برای تدارک دیدن و آوردن باشگاه هامبورگ به تهران برای بازی دوستانه با پرسپولیس که مراسم خداحافظی مهدوی‌کیا هم در اون مرز بازی انجام بشه، که بر طبق گفته خبرگزاری مثل اینکه باشگاه هامبورگ هم قبول کرده و این بازی حدودا در ماه ژانویه برگزار میشه در ورزشگاه آزادی تهران. بسیار عالی خانم نیلوفر، خیلی ممنون از شما، متشکر که باز تشریف آوردید. امیدوارم که هفته آینده هم اگر ساعت ما بالا پایین نشه در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله. سلام ما را به همه تورنتویا، ایرانیای تورنتو برسونید. خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما. شب شما بخیر. خب دوستان عزیز، تا چند لحظه دیگه برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود با 3 تا بازی از لیگ برتر فوتبال ایران که دیروز و امروز